سلام، شبتون بخیر و خوش اومدید به یکی دیگر از لایف های ما در آژانس طراحی منتوران. و امشب ما افتخاری داریم که میزبان آقای مازیار رضایی باشیم. ایشون تو حوزه پژوهش کنشگری تو حوزه طراحی صنعتی فعالیت میکنند، الان در دانشگاه براونشواگ آلمان هستند و خب داخل کشور هم مدرس طراحی بودند، مشاور مجلات علمی مثل چارباغ، داور علمی توی حوزه‌های مختلفه و مسابقات داخلی کشور و کلی کار پژوهشی و علمی دیگه که توی رزومه ایشونه و باعث افتخار ماست که امشب میزبان ایشون هستیم و مطمئنم که گفتگوی خیلی خوبی خواهد شد. گفتگو هم که طبق روال معمول به این صورته که حالا با عزیزانی که خارج از کشور هستند و در سطح در سطوح مختلف راجع به این تعامل بین طراح‌ها و صنعتگرها صحبت می‌کنیم و یک مقایسه‌ای هم سعی می‌کنیم شکل بگیره داخل این گفتگو توی سطح و لول افرادی مثل آقای رضایی که در داخل آلمان هستن و این تعاملات رو با افراد مختلف رو حرفه‌ای تری هم توی آلمان دارن و ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چون ایشون هم تجربه داخل رو به خوبی دارن و هم در خارج از کشور. پرحرفی نمی کنم و امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی باشه و یاد بگیریم از ایشون و مطمئنن این اتفاق خواهد افتاد. آقای رضایی اگر داخل لایف هستین ممنون میشم که ریکوست رو به من بدید و گفتگو رو شروع بکنیم هرچه سریعتر و بپردازیم به موضوعات مختلف توی حوزه طراحی صنعتی، صنعتگرها و تعاملشون و ببینیم که راه حل چیه و ریشه مشکل کجاست. رضایی داخل لایو. بله. سلام. سلام رضایی. عصرتون بخیر. الان فکر می‌کنم آلمان دیگه عصر باشه و اینجا هم شبه. سلام به شما و مرسی از دعوتتون. امیدوارم که بحث خوبی باشه. حتما همینطوره. اگر سلامی با بینندگان لایو هم دارید بفرمایید که بریم سراغ گفتگومون و استفاده کنیم از دانش شما و تجربه شما. سلام به همگی. امیدوارم که وقت دوستان رو تلف نکنیم و این چند دقیقه پیش رو بتونیم راجع به مباحث صحبت کنیم که به کار همگی بیاد. خیلی هم عالی. من یه رزومه مختصری از رزومه بلند بالای شما که تجربه های خیلی خوب شما تو حوزه های مختلفه من خدمت دوستان گفتم و حالا در ادامه هم بیشتر دوستان با شما آشنا میشن. البته طراحان صنعتی که یکم درگیر پژوهش باشن شما رو مسلما میشناسن و بقیه دوستان هم که در ادامه آشنا بشن. آقای رضایی، برای سوال اول، اینکه از دید شخص مازیار رضایی طراحی صنعتی و تعریفش به چه صورته؟ این رو ما همه میپرسیم از همه دوستان که این خیلی سوال دشواریه و در واقع از نظر من دیزاین تعریف کردنی نیستش، میشه توصیفش کرد و هر کسی البته میتونه تجربه خودش رو بده بگه، همونطوری که خیلی ها در طول این 100 سال گذشته نوع نگاهشون رو تعریف کردن راجع به طراحی. واقعا دشواره اگر آدم بخواد یه تعریفی ارائه بده، ولی به هر حال هر اون چیزی که پیرامون ماست از نظر من یا به قول یکی از دوستان هر چگونگی، هر کیفیتی حاصل دیزاینه. برابر این ما تو هر شیئی، تو هر رابطه‌ای، ارزم به حضور شما، تو هر استراتژی و در هر سیستمی میتونیم به دیزاین رو پیدا بکنیم. اما اینکه بیام به قول معروف تعریف جامعی بخوام بدم، این یه مقداری کار پرخطریه، برام ترجیح میدم که به هم کفایت کنم. خیلی هم عالی. آره، چون همیشه همین اتفاق میفته، این سوی برداشت های مختلف همیشه اتفاق میفته. آقای رضایی، شما داخل ایران خب از موقعی که طراحی صنعتی خوندید هم کارشناسی هم ارشد و بعدش حالا
ادامه مسیر در داخل کشور آلمان، خب تجربه های مختلفی رو با توی حوزه های مختلف داشتید. حالا فاز پژوهشی و فاز مطالعاتیش بیشتر بوده شاید، حتی من رزومه کاری شما رو خوندم به این صورت برداشت کردم از فعالیت های شما. از دید شما اگر حالا ما بخوایم یک سوال کلی پرسیم که این مشکلی که همیشه ما طراحای صنعت با صنعتگر و اون شخصی که کارفرماه و حالا در مقابل ما قرار میگیره و این تعامل شکل میگیره، این مشکلات چی هن؟ ریشه شون در کجاست؟ و به نظر شما اولویت بندی هاشون به چه صورته؟ بله، اینکه این صحبت کردین یه لحظه به یادم افتاد، سال قبل که من دانشجو بودم، هنوزم دانشجویم ولی منظور موقعی که وارد دانشگاه شدم، و اینکه اصلا چی شد که این سوال برای ما پیش اومد، یعنی چی شد که این نارسایی رو حس کردیم که این رابطه بین دیزاینر و صنعت و عرض شود که کاربر رابطه سالمی نیست انگار. خب بیشتر صحبت ما فکر کنم الان راجب جامعه ایران باشه. من یادمه که اون موقع خب ما خیلی زود فهمیدیم که اطلاعات زیادی، حالا راجبه واقعا 30 سال پیش صحبت میکنم، واقعا راجبه 15 سال پیش مثلا صحبت میکنم، ولی همون موقع فهمیدیم که اطلاعات زیادی متأسفانه تو تخصص ما در اختیار دانشجوهای طراحی صنعتی در ایران نیست. حالا دلایل مختلفی داره، شاید امروز راجبش صحبت بکنیم. مثلا خیلی خوب خاطرم هستش که شاید مثلا 3 عنوان کتاب ترجمه شده به فارسی بود اون موقع. و مسئله اساسی دیگه‌ای که وجود داشت موضوع کار پیدا کردن و کار کردن بود. اون بود که اصلا طراحی صنعتی چیه؟ بخاطر اینکه مثل الان، البته اون موقع دشوارتر، اینکه شما توضیح بدید که اصلا چیکار دارین می‌کنین و چه تخصصی رو در حال تحصیلش هستین، این کار دشوار بود. هنوزم که هنوزه میبینید که توضیح دادن طراحی صنعتی کار سختیه و این البته فقط منحصر به ایران نیستش. با این توضیح که در خارج از ایران، خب وقتی شما دیزاین میگی یه ذهنیت کاملتری راجع به دیزاین اصولا وجود داره در کشورهای غربی بیشتر. در حال این چیزی بود که خلایی بود که ما حس میکردیم به عنوان دانشجوهای مثلا سال اول، و خب خودمون شروع کردیم با همکلاسی‌ها خیلی صادقانه شروع کردیم به اینکه سعی کنیم مثلا یه چیزی یاد بگیریم. و بعد خب این سوالا هی مدام پیش می اومد که خب چرا ما سر کلاس دانشگاه اونقدر که باید چیز یاد نمیگیریم، اون ارتباطی که میخواستیم شکل نمی گرفت. و بعد به تدریج وارد بازار کار شدیم، طبیعتا کاری بلد نبودیم، به تدریج سعی کردیم فضاهای مختلف رو تجربه بکنیم و بعد حس میکردیم که چقدر این دو تا فضا، یعنی دانشگاه و ارشد که صنعت، چقدر اصلا فاصله داره. صنعت که میگم محیط کار بگم بهتره شاید، چقدر از هم فاصله داره و چقدر این دو طیف زبون همدیگر نمیفهمن. و خب باز این سوالا بود برای شخص من، این سوالا بیشتر شد که چرا الان وضعیت امروز ما اینه. و خیلی به طور طبیعی حالا علاقه شخصیم حتما بوده، ولی من کشیده شدم به تدریج به سمت عرصه‌ای که مباحث تئوریک، مباحث فکری، فقط اینکه فکر می‌کردم، هنوزم اینطور فکر می‌کنم که وقتی که شما توی یک سامانه‌ای در یک سیستمی ضعف احساس میکنید، در واقع فلسفه یا اون سیستم رو باید بررسی کرد، فکر در اون سیستم رو باید بررسی کرد. و خب خوشبختانه این حرکت به اون سمت از میگم از بیش از یک دهه پیش کمک کرد که به من یه جوابی بخش از سوالامو بتونم که پیدا بکنم. این کلیاتی بود که میتونم بگم که تجربه کلی منه. و این انتخاب فضای تئوریک هم اصولا آگاهانه بود، یعنی برای شخص من آگاهانه بود، حالا عرض میکنم علاقه شخصی حتما هستش. و البته من این شانس رو داشتم که نه به طور حرفه‌ای در خیلی از رشته‌ها، در بعضی رشته‌ها به طور حرفه‌ای در فیلدهایی که اون موقع در یعنی بچه‌ی طراحی‌سازی داشت مشغول به کار می‌شدن، یه تجربه مختصری پیدا کنم. مثلا فرض کنید طراحی بسته‌بندی، خیلی مختصر در طراحی داخلی یه خورده بیشتر، عرضم به حضور شما در همه گروه هایی بود، طراحی برای نمایشگاه، از هم بزرد کار گرافیک دیزاین، طراحی محصول، رشته هایی که بود و میتونست که مخاطبی داشته باشه. و خب موفق نشدن خیلی زیاد در انجام پروژه ها، یعنی این پروژه های ناموفق زیاد یه مقداری به من کمک کرد که بدونم که اصلا من تو چه کارهای خوب هستم و در تمرکزم باید در چه ایتهی باشه، به چه سنتی باید برم. این کلیاتی بود. حالا من فکر میکنم که شاید بهتر باشه راجع به بخش صنعت در ایران صحبت کنیم. حالا
شما توی صحبتاتون گفتین ضعف، همون ضعفی که حالا توی سواد فکری، توی سواد تعاملی شکل گرفته. اگر بخوام تفکیکش بکنیم این دو جامعه و این دو گروه رو از هم، ضعف طراح‌ها رو بخوام بررسی بکنیم و بخوام اولویت بندی بکنیم، از دید شما چه توی چه چیزهایی ضعف دارن؟ خب قدیم می‌دونیم مطالب و دیتاهای ورودی کم بوده، دیتای داده نمی‌شده، الان هم بعضی از اساتید از دادن دیتا و اطلاعات به روز، البته خب سوشال مدیا و کلا شبکه‌ها باعث بروز شدن بچه ها شده، ولی این مشکله از نظر شما، حالا ضعفی که توی طراح‌ها وجود داره و ضعفی که حالا توی صنعت یک مقدار سنتی ما وجود داره چیه؟ ببینید، این چیزی که دارید میپرسید بستگی داره که توی چه سطحی بحث کنیم. چندین جنبه داره موضوع. یکی بحث شرایط صنعت و وضع صنعت در کشور ماست، اون یه بحث. یه بحث این است که حالا اصلا بزرگان صنعت در دنیا، حالا دیزاین در ایران، دیزاین در دنیا و ضعف‌های احتمالی که ما دیزاینرها داریم. اینطور نیستش که فکر بکنیم که مثلا دیزاینرها در دنیا عالی دارن کار میکنن، مشکلی پیش نمیاد، همه چی خیلی پرفکت داره پیش میره و یک وضعیت ایدئال و بهشتواری تصور بکنیم. قطعا اینطور نیستش. اما خب این مسائل و مشکلات در جامعه ما طبیعتا مضاعفه. اول اینو بگم که خب به هر حال ما به طور کلی اون چیزی که من فکر میکنم، ما در تریسنتی در پیته فکر خب خیلی ضعیفیم، یعنی در خلاقیت ضعیفیم، ایده اینو نمیتونیم تولید کنیم. این حالتی دلالی مفصل داره، شاید بحث رو بتونیم بهش اشاره بکنیم امروز، ولی خب مثلا تو تکنیک خوبیم، تو تقلید خوبیم، این هم به نقد دارم میکنم البته، ولی خدای نکرده اصلا تمسخر اینها ندارم. نه واقعا حتی تقلید کردن هم برسد. هم تقلید کردن درستم، اونم خود یعنی اصلا برای اینکه شما چی امری رو یاد بگیرید، روش اول تقلید کردن درسته به هر حال. ولی متاسفانه ما ظرف این بیش از نیم قرنی که از طراحی صنعتی در ایران میگذره، بیش از نیم قرن دارم میگم، بخاطر اینکه از سال 48 هم تو که میدونید در دانشگاه تهران این رشته مطرح شد، متاسفانه در این نیم قرن نتونستیم ما اون چیزی که لازمه جامعهمونه ارزم بزرگتون که ایجاد بکنیم و در حیطه فکر هم ناتوان بودیم. یه اجازه بدین یه بررسی تاریخی بکنم. این بحث قبلا گفتم ولی به دل اهمیتش سعی می‌کنم خیلی مختصر تکرار بکنم. و اون این که ما بعد از اینکه خب به حال به 50 60 سال قبل اگه بخوام برگردم، نفت در جامعه ایران خب در واقع یه نقش دیگه گرفت. با بالا رفتن قیمت نفت، ارزم بزرگ شما یک توسعه آمرانه‌ای در کشور شکل گرفت. در رأس کشور شخص شاه میخواست که ایران وارد صنایع وارد بشن و ایران نزدیک بشه به کشورهای غربی، و اینا واقعیت تاریخیه. اما خب به هر حال روش ها و متد هایی که بعضا به کار گرفته شد لزوما درست نبود. در دهه 40 ما شخصیت هایی داریم که خوبه که مثلا نسل امروز ما بیشتر این رو بشناسه، مثل دکتر علی‌نقی عالی‌خانی، مثل دکتر رضا نیازمند، که اینا واقعا نوابغی بودن در حیطه اقتصاد و اینها تحصیلات عالی کرده بودن و فکر بازی داشتن و اینها اومدن کمک کردن به صنایع داخلی ما. خیلی از اون چیزایی که ما به اسم صنایع ملی میشناسیم امروز حاصل اون دوره است، یعنی مثل ایران ناسیونال، مثل ارزان بزرگ شما کمپانی ایران کاوه، امثال ارج البته قدیمی تره، ولی اوج گرفتن همه اون برند ها، ارج، آزمایش، کفش ملی، همه اینو برمی‌گرده به دهه 40 و متقابلا دهه 50، حاصل کاری آدمایی مثل آلیخانی و نیازمند و اینها که و یک دوره خاصی که جامعه روشنفکری تصمیم گرفته بود که بیاد به حاکمیت بپیونده و ارزم بزرگ شما کمک بکنه به اقتصاد بهتر، به خاطر اینکه تصورش این بود که وقتی اقتصاد قوی‌تر میشه مملکت به سمت دموکراسی پیش خواهد رفت. این ذهنیت کلی منتها بعد و خب طبیعتاً برای کشوری که صنعت نداره و صنعت به معنی امروزی رو دارم خدمتتون میگم، کار از مونتاژ شروع شد و خب موضوع اصلی هم البته ماشین‌آلات بود. به تدریج اما خیلی به خوبی متوجه شدن که حالا در کمپانی مختلف متوجه شدن که خب دیزاین اهمیت داره و باید به فکر توسعه این برند ها بود و ارزم بزرگ شما کارو پیش برد. جالب براتون میگم اولین دیزاینری که استخدام میشه در کمپانی ارج که یک آدمی است که با ویکتور رازارلی حتی هم کلاس بوده و اینها، و این شروع میکنه به طراحی کردن و محصولاتش تولید میشه. این اولین دیزاینری است که ما
داریم به معنی اون چیزی که امروز داریم. چون قبل از اون عرض کردم دیگه، اینو قبلا هم گفتم که دیزاین یه مفهوم مدرن، ما راجع به مفهوم مدرن داریم صحبت می‌کنیم در ساختار صنعتی. به هر حال این صنایع پیش آمدن، خب صادرات داشتن و خیلی خوب پیشرفت کردن تا ما می‌خوریم به انقلاب. در بعد از انقلاب اتفاقی که میفته در دوره دولت موقت، طرح ملی کردن صنایع در واقع مطرح میشه، در واقع سازمانی شکل میگیره و فکر میکنم 50 یا 51 یا 52، حالا رقم یکش هست، از شخصیت هایی که در واقع کارآفرین بودن متاسفانه اینها انبارشون توقیف میشه و کارخونه ها و دارایی‌شون ضبط میشه. با این نگاه که خب اگر این در اختیار دولت و در اختیار جامعه قرار بگیره، به هر حال روش عادلانه تری است. خب این موضوع البته سابقه تاریخی داره، فقط به کشور ما برنمیگرده. اون موقع در کوبا این نگاه وجود داشت، در چین اون نگاه وجود داشت، در بلوک شرق میشه گفت که این نگاه وجود داشت. ما البته کشور اسلامی بودیم اما این نگاه وارد شد. در حال اما متاسفانه این دولتی شدن همه چیز باعث شد که دیگه کار به جایی برسه که پول نفت همه چیزو تامین بکنه. یعنی شما نیازی نداشتین به طراحی کردن، به توسعه برندتون، به رقابت و ارزان بزرگ شما، به هر جا که کم می آوردین همیشه پول نفت بود که شما رو حمایت میکرد. و خب در طولانی مدت متاسفانه الان بعد از 40 سال میبینیم که این عرشبت که اون صنایع تقریبا متاسفانه نابود شدن. ارج اگر امروز نگاه کنیم، کفش ملی رو اگر نگاه کنیم، ایران ناسیونال اگر نگاه کنیم، یعنی ایران خودروی فعلی رو ارزان بزرگش، آزمایش اگر نگاه کنیم، برند پارس اگر نگاه کنیم، تلویزیون پارس. خب اگر مثلا فرض کنید با یک کشوری مثل کره جنوبی که آسیایی است و تقریبا میشه گفت همرده ما قیاس بکنیم، میبینیم که خب اونها حتی از ما عقب تر بودن در این حیطه ها، ولی خب اونها تداوم دادن و ما متاسفانه نتونستیم کارو ادامه بدیم. و بعد هم که در 20 سال گذشته سیستم برگشت به سمت اینکه از بخش خصوصی حمایت بشه، متاسفانه نشد که اون اتفاقی که باید بیفته و این برند ها ایجاد بشن یا برند های دیگه شکل بگیرن. البته استثناءاتی هست که حالا شاید مثالشو بزنیم اما خب متاسفانه کم. این روند کلی است که در صنعت اتفاق افتاد، یعنی این پیوند اقتصاد و ارزان بزرگ شما صنعت. گفتم من از اون بخش فرهنگیش و فکریش و روشنفکریش و اینها که باعث این شرایط شد از اون میگذرم، چون ما قرارم مختصر صحبت کردیم و فکر کنم راجع به دیزاین صحبت کنیم بهتر بشه. اتفاقی که افتاد اما برای دیزاینرها، خب با توجه به نیازی که در صنعت شکل گرفته بود، متوجه شدن که خیلی خوب رشته هست در دنیا به اسم طراحی صنعتی یا حالا به طور عنوان کلیش اگر بذاریم دیزاین، و این ارزان بزرگ شما عنوان کلی کمک میکنه به صنایع ما. ما میتونیم در توسعه صنایعمون از این تخصص استفاده کنیم و محصول جدیدتر تولید کنیم و تو بازار بمونیم. خیلی نکته مهمی. از سال 48 این رشته در دانشگاه تهران شروع شد. 2 سال اول بچه‌ها هنر تجسم می‌خوندن، 2 سال بعدی رو می‌تونستن مجسمه‌سازی بخونن یا طراحی صنعتی بخونن و به تدریج این فارغ التحصیلان آمدن وارد کار شدن. مثلا از پیشکسوتان ما مثلا آقای میفندرسکی تشریف دارن، الان فارغ التحصیل اون دوره هستن که در کمپانی ارج هم کار می‌کردن. ولی خب باز عرض کردم با انقلاب، حالا در دانشگاه دارم عرض میکنم، این روند متوقف میشه تا سال 61 که باز آقای مدارایی تشریف میارن، آقای داورزنی تشریف میارن، دوستان دیگه تشریف میارن، خانم کارکیا، و این رشته دوباره در دانشگاه تهران با یه فکر دیگه و با یه سیلابس دیگه و با یه ساختار دیگه ادامه پیدا میکنه. پس برگردم به اینجای بحث که یک مسئله اساسی ما آموزشه و اینجا اون فکری که طراحی صنعتی در سال 68 شروع کرده، باید تذکر بدم که با سال 61 اون فکر متفاوت بوده و این نهایتاً روی بحث آموزش در اون چیزی که طراحی صنعتی ما داریم در ایران امروز اثر گذار میشه. در حال وقتی که این میاد با دولتی شدن این صنایعی که عرض کردن و با آسیب دیدنشون، تمرکز به سمت تولید کمتر میره، یعنی ما متاسفانه برمیگردیم به سمت مونتاژ. توی همچین ساختاری دیزاینر به معنی اون موقعش خب کار مت به کار نمیاد، بنابراین استخدام دیزاینر را آسیب ببینه. این در حالی که ما از سال 61 حالا داریم فارغ التحصیل بیرون میدیم. خب خیلی از این فارغ التحصیل ها، اگر که الان چون من روی اینا کار آماری کردم اگر نگاه بکنه، خیلی ها الان تخصص های دیگه دارن، شغل های دیگه دارن، وارد هیت های دیگه شدن و کار دیزاین متاسفانه انجام نمیدن. خب البته این اتفاق برای رشته های دیگه هم افتاده، ولی ما الان موضوعمون بحث طراحی صنعتیه.
و تا دهه 70 در واقع این روند شکل میگیره. از دهه 70 به تدریج یه سری شغلای جدید ایجاد میشه با تغییر سیاست های کشور در حیطه اقتصاد. ارزان بوجه شما مثلا یه تخصصی چه پا میگیره به اسم اگزیبیشن دیزاین، طراحی نمایشگاهی، از دهه 70 تا امروز تداوم پیدا کرده و خب حالا میشه گفتش که یه مقدارم ظرف 10 سال گذشته ساماندهی شده، ارزان بوجهتون گرید بندی شده، یه سری پیمانکار حرفه‌ای داره. 70 خیلی تو بورس بوده کاملا. بله بله. و دوره که خب نمایشگاهی بین المللی به طور مدام برگزار میشد و تا امروز، حالا به حال الان به تدریج داره که شکلش عوض میشه. ولی خب این مثلا یه تخصصی بود که در دهه 70 ایجاد شد. از اون طرف مثلا در دهه 70 باز با تموم شدن جنگ یه گرایشاتی مثلا در کمپانی سایپا، در کمپانی خودروسازی ما مثل اینا خودرو، اینا به از اون بزرگشون به طراحی خودرو یا به ایجاد تغییراتی در هم خودروهای موجود در پیکان و بعدتر حالا پروژه سمند شروع میشه و حواشیش به حال گرایشات اونطوری هم پیدا میشه. باز حالا ما جلوتر میایم، اینجا یه بخشی از بچه‌ها فارغ التحصیلات در واقع جذب بخش عمده از اونها جذب فضای طراحی داخلی و بحث معماری داخلی میشن. علت خیلی ساده است، اون هم در حضور معمار. علت ساده است بخاطر اینکه اونم خب توانایی داشتن و نرم افزارها آشنا بودن حالا و با دیزاین آشنا بودن و عرضم به حضورتون و اون هیته بود که درش کار بود. یعنی شما با عنوان یه فارغ التحصیل وقتی دوباره کار میگشتین، طراحی داخلی یه کار حرفه‌ای بود که مشتری داشت و درش پول بود و ساخت و ساز انجام میشد و خونه سازی و رینوویت و اینا همیشه بود. برای من این فیلدی بوده که همیشه در این سالها در جریان بوده. تا ما در واقع میایم میرسیم به دهه 80. دهه 80 اتفاقی که میفته در واقع حضور اینترنت. اینترنت خیلی به ما در همه جای دنیا البته کمک کرده، در ایران هم کمک کرده. و همزمان با این تغییر عمده نیازهایی که افراد داشتند، ارزم به حضور شما، در زندگی به طور طبیعی و تغییرات عمده که دیزاین میکنه. این بحث رو داشته باشیم. من البته میخوام پرحرفی کنم ولی به دلیل اهمیتش اجازه بدین یه نقمه بزنم همزمان به اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته. مفهوم دیزاین خب طبیعتاً ظرف این 100 سال گذشته در تغییر کرده، نیازهای انسانی تغییر کردن و این مفهوم ارزم بزرگ شما دستخوش تغییراتی شده که به ویژه بیشترین تاثیرپذیری رو از حیطه اقتصاد داشته. تا سالهای سال ارزم به حضور شما بحث فرم فالوس فانکشن در واقع فرم تابع عمل کرده و بحث تولید انبو و اینها مسائل روز بوده. همین امروز هم حتی قالب صنعت در واقع هنوز هم اینطور داره نگاه میکنه در دنیا، در دنیا هست. ولی از یک جایی به بعد که باز رو ریشه تاریخیشون قبلا گفتم نمیخوام اینجا تکرار کنم، مسئله کاربر و مسئله انسانی اهمیت دوچندان پیدا میکنه. درست. از دهه 60 در دنیا این قضیه شروع میشه، باز تحت تاثیر اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در دنیا داره میفته، انقلاب کوبا می 1968 در فرانسه، جنبش پلاستیک، ارزم بزرگ شما بحث گرین موومنت در اروپا و همه اینها اتفاقاتی که جنبش سیاها در آمریکا شکل میدن، یعنی جهانی که داره تغییر میکنه. و خب این حتی متریال هم اینجا تحت تاثیر قرار میگیره، دیزاین هم تحت تاثیر قرار میگیره، کاربر اهمیت مضاعفی پیدا میکنه و حالا بحث ارگونومیش مطرح شده بوده، بحث ارزم به حضور شما احساساتش مطرح میشه. باز جلوتر میایم تا همین امروز. پس از دهه 80 به دولت برگردم به ایران، از دهه 80 این اتفاقات رو هم ما داریم رصد میکنیم در ایران و اینترنت داره به ما نشون میده و مقالاتی و کتابی که دست ما میرسه که دنیا داره تغییر میکنه و اتفاقاتی افتاده و اطلاعاتی وجود داره که ما نمیدونیمش. رشته‌های جدیدی در دیزاین پیش میان، مثلا سرویس دیزاین، طراحی خدمات. ما میفهمیم که یک سامانه، یک سیستم ارزم به حضور شما بی خدماتی ارائه میده و این خدمات حالا باید طراحی بشه و طراحی این رو دیزاینرها انجام میدن، کاری که اصلا ما تصورش نداشتیم پیش از این. و ما میفهمیم که وقتی که راجع به دیزاین صحبت میکنیم فقط راجع به پروداکت و یک چیز فیزیکی صحبت نمیکنیم، راجع به سیستم هم میتونه صحبت کنیم، راجع به ارزان وجود شما استراتژی هم میتونه صحبت کنیم. اینا اطلاعاتی است که به ما میرسه. باز جلوتر میایم میرسیم مثلا فرض کنید به سال 2005. از سال 2005 اگه اشتباه نکنم یک مفهومی در دنیا شکل میگیره به اسم اکسپریانس دیزاین، طراحی تجربه. ما میبینیم که نقش طراح آنطور تغییر کرده که حالا میتونه کارهای اساسی تری انجام بده، میتونه یک تجربه رو طراحی بکنه، یعنی
والاترین کاری که والاترین پروژه دیزاینی که میشه انجام داد، چیزی که تقریبا فراموش نشدنی باشه. از اون طرف اقتصاد داره کمک میکنه، اقتصاد داره کمک میکنه که من یه اپلیکیشن رو، من یک موبایل رو یک بار میتونم به شما بفروشم، ولی اپلیکیشن ها و آپدیت هاش و ارزان بزرگش اپلیکیشن رو ده ها بار میتونم به شما بفروشم. پس اقتصاد در اون حیطه، در حیطه سیستم، در حیطه خدمات، اینا وزنه سنگین تری داره. تا به امروز، تا میایم به امروز، خب پس در دهه 80 یه تخصصای شکل میگیره که یه قضیه متفاوت از گذشته است. از دهه 90 ما مثلا میایم سرویس دیزاین رو داریم در ایران. عرضم به حضور شما بحث تئوریک مطرح میشه. عمر بحث تئوری در تریسنتی در دنیا هم خیلی عمر طولانی البته نیست. اینا به تدریج وارد ایران میشه. خیلی از دوستان شروع میکنم به کار ترجمه. اون سه عنوانی که عرض کرده بودم یهو میشه 50 عنوان. الان شاید بالای 100 عنوان ترجمه میشه. اینکه کیفیت ترجمه چیه یک بحث دیگه است. ولی به هر حال کتابی است که حالا منتشر شدن هستن در بازار. اطلاعات بیشتری که هست و حالا جامعه‌ای که تغییر کرده و دانشجوهای ترسنتی یا فرامتسان ترسنتی که دنبال بازارهای جدیدن. خب و اینجاست که حالا رشته‌های جدیدی وارد میشن مثل UI User Interface User Experience. عرضم بزرگ شما به طور عملی اینتراکشن دیزاین در ایران بازار پیدا میکنه و کار پیدا میکنه و اتفاقی که میفته جمع بندی بکنم این است که بازار به کل تغییر میکنه. یعنی ما از یک ساختار آموزشی که ناقص بوده متاسفانه میایم میرسیم به یک جایی که خیلی خوب حالا باید خودمون رو تغییر بدیم، حالا باید بیایم روی خودآموزی، حالا بیاد روی تخصصهایی یاد بگیم که در دانشگاه به ما تدریس نمیشه، مثل همین UI، مثل UX، مثل Experience Design، مثل Interaction Design، موضوعات مختلف. و حالا بازاری که داره شکل میگیره، حجم زیادی از استارتاپ ها حالا عمدتا ناموفق، یه بخش کوچیکی موفق ارزان بزرگتا شکل میگیرن و اینا به دیزاینر نیاز دارن. و این بازار امروز ما رو شکل میده. این تا اینجا یه کار مثلا یه مروری کنم از اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته یا اتفاق افتاده بود و اون که در ایران اتفاق افتاد و حالا حرکت بعدی بخش بعدی شما صحبت کنم. خوب باشه. خب خیلی هم عالی واقعا، تاریخچه کامل و خب آره اتفاقات زیادی افتاده. و حالا یه سوال کلی تر بپرسم ازتون، این که این صنعت، این طراحی صنعتی که الان داره فارغ التحصیل میشه تو سال 99 و 1400 با انبوهی از اطلاعاتی که وقتی سوشال مدیا رو باز میکنه، با انبوه دیتاهای ورودی که جهان بهش میده نه صرفا دانشگاه‌های داخل، راه حل چیه؟ یعنی اینکه این چجوری بتونه مسیر خودش رو پیدا بکنه، بتونه این ارتباط و این تعامل رو و اینکه خودش رو و جایگاه خودش رو بشناسونه، خودش رو بگی که منم هستم، با اینکه تعدادمون خیلی زیاد شده، مشاغل تخصصها هم زیاد شدن، ولی این تعامله و این اتفاقه به درستی شکل نمیگیره واقعا. و میبینیم و هممون ضربه هاش رو خوردیم توی مدل های مختلف. و از دید شما این چجوری میشه این اتفاق رو یکم یه قدم مثبت توش برداشت و این تعامل رو نزدیکتر کرد؟ فسیلیتورش چیه از نظر شما و که دیزاینر چه اتفاقی رو تو خودش ایجاد بکنه که این اتفاق راحت تر بیفته؟ خب قبل از اینکه اینو جواب بدم باید خواهش کنم که فقط شما حواستون به کامنت دوستان باشه، چون آخر صحبت دوستان پرسش و پاسخ هم داریم و بعدش برمیگردیم به کامنت ها و میخونیم. حالی اگر که سوالی یا نکته جا نمونه از دوستان. آره ببینید این که داریم میگیم یه اون چیزیست که برمیگرده به دیزاینر. باز من راجع به جامعه خودمون دارم صحبت میکنم. شرایط دیزاین در دنیا یه قدر متفاوت، معادلات و نیازها و خواسته متفاوت. یه اون چیزی که برمیگرده به دیزاینرها و اون چیزی که برمیگرده به صنعت. راجع به دیزاینرها اول بگم، خب ما اونطوری که باید آموزش خوب ندیدیم. این تقصیر اساتید ما نیست، چون اونا حد بذاتشون تلاششون کردن. این تقصیر یک سیستمی است. بخاطر سیستم باید پویایی داشته باشه، باید بتونه خودش رو تغییر بده و ویرایش کنه و خودش رو بهتر بکنه. وقتی که این اتفاق در یک سیستم نمیفته، یک سیستم آموزشی در اینجا نمیفته، طبیعتاً به تکرار خودش میفته. وقتی که تکرار ایجاد بشه، شما وارد کردن اطلاعات جدید با دافعه مواجه میشه.
یا اتفاق بدتری که الان در جامعه ما افتاده، همه به سهلنگاری روی میارن. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنن که با اطلاعات سطحی راضی بشن. خب اطلاعات سطحی یعنی چی؟ یعنی که من حال خوندنش که لازم کتابای پشت سرم ندارم، ولی میتونم یه ویدیوی 5 دقیقه نگاه بکنم. خب و بعد فکر میکنم که مثلا ارزم بزرگ شما وقتی که مثلا راجع به حالا یه چیزی خارج از زمینه، مثلا راجع به شناختی که صحبت میکنه، اگر من یه ویدیو 5 دقیقه راجع به مسئله شناخت دیده باشم، پس من میدونم که منظور از شناخت دقیقاً چیه. در حالی که اینطور نیست. متاسفانه اطلاعات در ایران خیلی سطحیه. این اطلاعات سطحی هم به دانشجوها، یعنی دانشگاهیان به طور کلی برمیگرده، هم به اونهایی که هم به اهالی صنعت. درست. اینا ما اون چیز گرفتاری اساسی که تو ایران داریم عدم شناخت اون چیزی که در دنیا امروز داره اتفاق میفته. همونطور که خودمون رو هم خوب نمیشناسیم، یعنی اون فرهنگ رو خوب نمیشناسیم، اون جامعه رو خوب نمیشناسیم، نیازهاشو خوب نمیتونیم تشخیص بدیم، و این باعث گرفتاری. و بعد مسئله که این البته مسئله بیشتر فرهنگی اینه که ما متاسفانه در حالا چه دیزاین صحبت می‌کنم، متاسفانه تصور می‌کنیم یا بگم خیال میکنیم که خیلی میدونیم، خیلی کارمون خوبه در ایران، خیلی مثلا اگر شرط نرم افزار میدونیم واقعا الان هم بهترین، یا یه مسابقه اگر برنده میشیم فکر میکنیم الان دنیا منتظر ماست. اینا متاسفانه تصاویر واقعی نیست، اینا تصاویر واقعی نیست، اینا چیزاییست که ما رو تا حدی راضی میکنه، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. یعنی صنعت چیز دیگه ایه. شما برای اینکه نمیخوام بگم اینکه چه بهشتی، بهشت رو زمین وجود نداره، ولی به هر حال سطح رقابت بالاتره. شما برای اینکه تو این میدون بتونین رقابت کنین، یه مثال خیلی ساده بزنم، عین مثلا سطح لیگ فرض کنید که مثلا فوتبال ایران و بوندس لیگا میمونه. چرا ما انقدر صادرات بازیکن فوتبال ما به بوندس لیگا کم؟ به همون علت، این تفاوت، همین تفاوت و همین اختلاف وجود داره بجو همین تخصص خودمون. خب معنیش نیستش که واقعا اینها بهترینن در، نه اصلا معنیش نیست، ولی واقعیت نیست که اینها به لحاظ فکری، به لحاظ سیستماتیک، به لحاظ ساختارمندی در سالهای گذشته و فراشدی که طی کردن دقیق تر بوده، بهتر بوده، و خب در نتیجه هم ما داریم میبینیم، ما در محصولاتی که تولید میکنن داریم میبینیم، عرضه بوده شما چه در ماشینالات و از اون مهمتر چه در سیستم ها. چون الان عرض کردم تولید سیستم ها و طراحی سیستم ها الان مهمتر از طراحی محصولاته. ما همچنان تو محصولات گیر کرده، در اینکه باید بیایم سیستم ها رو درست کنیم تا بشه که به محصول برسیم اصلا. برای اینم یک موضوع. در همه جای دنیا یک فاصله هست و یک اختلافی هست و یک نافهمی هست بین دانشگاه و صنعت. در همه جای دنیا این هست، منتها دانشگاه در دنیا تلاش میکنن که اون اختلاف رو کمتر کنن، به حداقل برسونن، نمیتونن صفرش کنن به دلایل مختلف، ولی تلاش میکنن که این رو به حداقل برسونن. به طور مثال وقتی شما دانشجو مستر هستید اینجا، یا حتی تو دوره لیسانس، اما مستر رو مثال بزنم، دانشجو مستر هستین شما، یکی از مهمترین کارهایی که در پایان تحصیلتون باید انجام بدین اینه که باید یک جا کارورزی، و کارورزی واقعا کارورزی است یا کارآموزی واقعا کارآموزی است، نه به شکل فرمالیته که در ایران هست. شما میرید با توجه به ذاتتون دارید میرید که کار یاد بگیرید، البته کارهایی هم انجام میدید. اینطور نیست که شما مطلقا ناآشنا باشید با فضای دیزاین، شما دانشجوی دیزاین بودید، حتما نرم افزاری بلدین، حتما ایده ای دارین، حتما خلاق هستین، حتما علاقمند هستین. خب و در ازای اون کار پارت تایمی که انجام میدید، کار پار وقتی که انجام میدید، حقوق دریافت میکنید، و شاید با این حقوق زندگی دانشجوی شما عنوان یک مثلا یک جوان بگذره. خب این یک بحث قضیه است که خیلی خیلی مهمه، این چیزی که ما اولا در ایران نداریم. ما اون کارورزی یا کارآموزیمون خب خیلی فرمالیته و خیلی دم دستیه، و نهایت ارتباط دانشگاه با صنعت یک دفتر ارتباط با صنعتی است که اسمشو داره و اسمش درستیه، منتها کنترن کاری که بکنه اگر بکنه اینه که در طول تحصیل شما 2 یا 3 دفعه شما رو ببره مثلا بازدید از یک کارخونه. خب اینا شوخیه، اینا واقعی نیست، شما بعد از این همچنان باید بهت کار یاد بگیرید. این موضوع دیگه که اینجا تو دانشگاه وجود داره، من هنوز به بحث صنعت نرسیدم، هنوز تو بحث آموزش هم توی دانشگاه وجود داره که باز ما در ایران نداریم، اینی که پروژه هایی که نمیگم 100% یا مطلقا، ولی بخش عمده از پروژه های دیزاینی که بچه ها اینجا در دانشگاه انجام میدن پروژه های واقعیه. پروژه واقعی یعنی چی؟ صنعت اینجا به نفعشه به دلایل مختلف، از جمله بحث اجتماعی، بحث تبلیغاتی، پایین آوردن هزینه، داشتن آلترناتیو های طراحی بیشتر،
میاد و پروژه ها رو به دانشگاه میده. دانشگاه پروژه ها رو در قالب درس دانشگاهی، در قالب پروژه دیزاین به بچه ها ارائه میده. حتما بالا سرش استاد هست، یکی دو تا منتور هست، حالا بسته به اون پروژه، بسته به سطحش و ابعادش کار میکنن. نتیجه کار پروژه های دیزاین خیلی خوبی است که حالا البته میتونه کار جدیدتری روش انجام بشه، ولی شما به عنوان دانشجو درگیر یک پروژه واقعی بودین، درگیر یک چیزی که محلی از اینطور نبود که محلی از اعراب نداشته باشه، اینطور نبود که تخیلی بوده باشه. شما یه آپارتمان خیالی رو طراحی نکردین، ارزم بزرگ شما، شما یک محصول خیالی رو طراحی نکردین، شما آودی خیالی طراحی نکردین، همچین چیزی نیست. و این نیاز هم باز برخلاف تصور خیلی از عزیزان که مثلا فکر می‌کنن که در اینجا مثلا پروژه فقط منحصر میشه به بی ام و آودی و بنز و اینها، اینطور نیست. در همه بخش هر کشوری داره این نیازه، داره این نیاز دیزاین. و مثلا در مرسی که من خودم بودم، رشته که میخوندم اینتگریتد دیزاین بود اسمش، ما انواع اصلا پروژه ها رو انجام میدیدیم بسته به نیاز اون رشته، از طراحی صحنه و لباس بگیرین تا ساخت موزیک ویدیو بگیرین، ارزم بزرگ شما، تا طراحی پکیج و طراحی نمایشگاهی برای نمایشگاه شیرینی و شکلات بگیرین، تا پروژه های اجتماعی که نیاز جامعه است. هر جامعه، اینو من همیشه گفتم ولی میگم چون خیلی مهمه، هر جامعه رشته دانشگاهی و رشته دانشگاهی که در دانشگاه تعریف میشه رو بسته به نیاز جامعه در واقع تعریف میکنه. اینطور نیستش که یک نیازی از جامعه وجود داشته باشه بعد رشته دانشگاهی وجود داشته باشه. در جامعه ما که بالعکسه، رشته دانشگاهی هست، نیازش در جامعه. و این اتفاقی است که متأسفانه خلأ به مدت شاید 20 سال برای طراحی صنعتی افتاده در جامعه ما، خیلی آسیب‌زا بوده. خلاصه کنم، خیلی طولانی من دارم حرف میزنم، این پارت یک بود. نه اتفاقا میونه کلامتون، برای همین اتفاقی که شما گفتید که پروژه های واقعی، یعنی اصلا من الان در جریان منتوران و پروژه کارشناسی من هستید و خیلی هم کمک کردید این زمینه. من چندین بار خواستم این اتفاق رو داخل دانشگاه ایجاد بکنم، صنعتگر کاملا مشتاق به خاطر اون ارزشی که اتفاق می افتاد براش و دانشگاه کاملا مخالف و گروه مخالفت میکرد با این قضیه و هنوز هم این اتفاق می افته. و ما همیشه بودیم که صنعتگر با آغوش باز میپذیرفت و خیلی دوست داشت این اتفاق بیفته، ولی دانشگاه و محیط آموزشی نمیپذیرفت این اتفاق بیفته. الان درسته، به اضافه کنم به صحبت شما که خیلی مسائل اداری خیلی خیلی ساده و پیش پا افتاده که اصلا تعریف نشده در دانشگاه، و خب این کار دانشجو نیستش، کاری است که به طور سیستماتیک باید از قبل انجام شده باشه. چرا این اتفاق نمیفته حالا توضیح خواهم داد، ولی اینو بیا بذارید همین اینجا بگم، شاید بد نباشه. این که باز ارتباط من دانشجو با ساختار مدیریتی دانشگاه هم قطعه، اینم بازی گرفتاری است. و اون چیزی که تعریف میشه یا مطرح میشه به عنوان صندوق ارائه پیشنهادات و از این دست، اینا شوخیه، ارتباط نیست. ارتباط یعنی چی؟ یعنی که من بتونم مسائلم، مشکلاتم، جنبه های مثبت و منفی رو به نحوی به مدیریت دانشگاه منتقل کنم که اونها بتونن به اصلاح قوانین، ارزان بزرگ، به تسهیل شرایط بپردازن. این ارتباط هم قطعی و این ارتباط هم خیلی خیلی چیز مهمی، اینم باز نداره، منحصر به تخصص ما نیست به طور کلی، بخاطر اینکه این قوانین مدام باید تغییر بکنن. مشکلاتی که شما، چون دنیا داره تغییر میکنه، چون نیازهای ما داره تغییر میکنه، نمیشه شما یک جامعه زندگی کنید یک نیازی داره تو دانشگاه یک چیز خلافشو شما آموزش ببینید. این تعارض در طولانی مدت دچار مشکلاتی میکنه جامعه رو و افراد. بنابراین خیلی موضوعات تعامل با دانشگاه و رده‌های بالایی به کنار، تعامل بین رشته هایی که با هم همپوشانی دارن، با هم میتونن تیم ورک هم انجام بدن، داخل سیستم آموزشی نمیفته واقعا. و خیلی این اتفاقات مختلف هست و مشکلات بزرگتری هست. در حالی که توی تری سنتری صحبت میکنم، در حالی که حداقل کاری که گروه ها باید انجام بدن، اول با انجمنه دانشجویی کار بکنم و بعد اینو ما تو دیزاین هم داریم دیگه، کاستومر وایس دیگه، توی
ارزم بزرگ شما توی یو سی دی این داستانه هستش، کاستومر وایس بهش میگیم، بگیرن از این مخاطبی که دانشجو باشه، بگیرن که چه نیازهایی داره، چه مشکلاتی داره، و بعد بیان ببینن چه طرح درسی براش دارن، در گروه چی کار میتونن بکنن و چه مشکلی به بالاتر میتونن منتقل کنن، و اون بالاتر هم این ظرفیت داشته باشه که بتونه بپذیره. و من این گفتگو و این ارتباط قطعه، فقط هم به تخصص ما برنمیگردی اصلا، یک مشکلی که باز ریشه فرهنگی داره متاسفانه. پس این یک بخش از مشکلاتی که ما در دانشگاه داشتیم. اما در صنعت اتفاقی که افتاده، باز برگردم به اون بک‌گراندی که گفتم، اون بک‌گراند متاسفانه آثار مخربی داشته روی صنعت امروز ما، و همین الان ما در بسیاری از بخش‌ها، نمی‌خوام چیز کنم سیاه نمایی کنم، از در بسیاری از بخش‌ها ما متاسفانه اولا صنعت رو از دست دادیم و عملا کاری نمی‌کنیم، فقط یه سری ساختمون‌ها باقی مونده، یه سری چارچوب‌ها باقی مونده، به کل از محتوا خالی شدن. دلایلم مفصله، از جمله مسئله اقتصادی، از جمله اینکه دیگه تولید کننده به صرفه نیست براش تولید کردن، و تولید در ایران شدیداً باید مورد حمایت دولت قرار بگیره و دولت براش هزینه کنه، نه یک ماه و دو ماه، در طولانی مدت، در یک برنامه 10 ساله، در یک برنامه 20 ساله که بتونه کشور رو به تولید برگردونه. و در این حال این باید روی با ضمن تامین نیازهای اساسی کشور با کنترل واردات محصولات و کالاهای خارجی باشه. متاسفانه در بعضی بخش‌ها این اتفاق میفته، از جمله در خودرو، در بعضی بخش‌ها نمیفته. باز حالا چرا در اصل اونطوره، اون یک موضوع دیگه است که اهالی سیاست و اهالی اقتصاد باید توش بحث کنن و به راهکار برسن. باز از گرفتاری که ما در ایران داریم اینه که به راهکار نمیرسیم، به راه فرار کارمون منجر میشه. این باعث گرفته. خب این صنعت ارزم بزرگ شما شدیداً از اقتصاد ضربه خورده. شما اگر که الان یکی ملکی داشته باشین که کارگاه تولیدی شما بوده، کار به جای رسیده که الان به نفع شماست که ارزان بوده. شما اگر پولی دارید بذارید بانک، سودشو بگیرین و اون ملک هر چه هست رو خراب کنید، آپارتمان بسازید. خب این یعنی از بین رفتن صنعت. خب حالا برگردیم به وضع امروزمون تو این شرایط، با اون وضع آموزشی گفتم و این وضع صنعتی گفتم. اما این من نمیخوام با همه رو بگم چه همه رو ناامید کنم، نه، یه کرسوهای امیدی هم البته هست. اتفاقی که افتاده اتفاق جهانیه، در واقع اینترنت به ما کمک کرده، نیازهای انسانی تغییر کردن. همین کرونا با همه آسیب زا بودنش و با همه آسیبایی که به همه جامعه 3 میلیون نفر از دست رفتن، خب این فاجعه جهانیه، ولی در این حال کمک هم کرده. میدونید که جنگ ها، فجایع اینطوری در طولانی مدت به بشر کمک کردن، باعث پیشرفت تکنولوژی شدن، باعث آسودگی انسان شدن، این واقعیت تاریخی. تکنولوژی هایی که ارزم بزرگ شما، تکنولوژی آنلاین، ارزم بزرگ شما درست شدن مارکت پلیس ها، درست شدن استارتاپ ها، استفاده این بحث فروش آنلاین به طور کلی، اینها خب به هر راهگشا بوده و همه اینها دیزاینر نیاز داره، همین دیزاینر نیاز داره. و الان خوشحالم که بگم که خیلی از بچه‌ها جذب این کارا شدن. به هر حال دنیای آینده یک همچین دنیای خواهد بود، اقتصاد آینده اقتصاد متفاوتی خواهد بود، مفهوم پول در آینده تغییر خواهد کرد، همین چیزاست که همه میدونن. حفن بگیم که من بزنم، منتها ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای این تغییر به عنوان دیزاینر. این چیزی که من همیشه گفتم و بازم میگم به خاطر اهمیتش و چقدر از حرف تکراری زدن واقعا پرهیز میکنم، ولی خب چاره نیست، و اون این که ما ضمن همه این آشنایی به دنیای روز، البته نباید داشته های خودمون رو هم فراموش بکنیم. ما به لحاظ فرهنگی نمیخوام چیز کنم، فضا سازی بکنم، رویا پردازی کنم، نه، برای کشوری هستیم که پتانسیل هایی داریم. ما اگر که متاسفانه برخلاف اون چیزی که سالها ترویج میشد، ما بچه هامون در دانشگاه ماشین میکشیدن و پایان‌نامه ماشین، اتومبیل طراحی میکردن، اتومبیل آدی طراحی میکردن یا بنز طراحی میکردن و دفاع میکردن و لیسانس میگرفتن، اینا واقعیته. اگر که به جای این کارا ما تمرکزمون میرفت با آموزش درست، اگر این فکر درستی وجود داشت، ما رو میبرد به سمت طراحی بسته‌بندی، ما رو میبرد به سمت باز طراحی ارزان بزرگ شما محصولات سنتیمون، تکنولوژی های سنتیمون، محصولاتی که فراموششون کرده بودیم، ولی اگر ترجمه میشدن، اگر ریدیزاین میشدن، اگر برندینگ درستیشون شکل میگرفت، اگر به زبان دنیای امروز مطرح میشدن، میتونستن که درآمدزا باشن. استثناءاتی البته هست، مثلا میگم، مثلا توی کیف و کش برند دورسا رو من چند ساله دیدم خیلی خوب کار کرده، قصد تبلیغ هم ندارم، ولی واقعا وقتی یکی خوب کار کرده باید بهش هر صد بعد توش تبلیغ کرد، چه ایرادی داره؟ نمیتونم بگم
چقدر عالیه، چقدر پرفکت، خالی از ایراد اینا، نه ولی خوب کار کرده به حال. خیلی از ایده ها و خیلی این محصول استاندارد شما میتونید که در همه جای دنیا محصولاتش رو بپوشید، و در ضمن اینکه ایده هایی هم از فرهنگ ما درش هست، در خیلی از محصولات، در همشون، در خیلی از محصولاتشون، حالا با همه نقدی که میشه بشه، ولی به هر حال به این موضوع فکر کرده. ما باید میرفتیم به سمت بازنده سازی خیلی از اون چیزی که داشتیم. ما راجب فرش، من قبلا اینو گفتم، راجب فرش، راجب تبلیغاتش، راجب بسته‌بندیش، بگذاریم که خود محصول انقدر کامله که با لوله شدن بسته‌بندیش معنا پیدا میکنه، ولی فکر نکردیم چطور میتونیم اینو بیایم ریدیزاینش کنیم، محصولات نو ازش بسازیم و تحویل دنیا امروز بدیم. نه، فکر نکردیم. ما مثلا راجب کفش های سنتیمون کاری نکردیم، کفش تبریز رو رها کردیم، گیوه رو رها کردیم، و حالا امسال همون باید بریم کفش دستوز ایتالیایی 10 برابر اون قیمت، 20 برابر اون قیمت پرداخت کنیم و خوشحال بشیم از پوشیدنش. راجب خیلی از محصولاتمون این فکر نکردیم، راجب غذای ایرانی فکری نکردیم، در حالی که دیزاین باید در خدمت اینا قرار میگرفت، باید در خدمت فرهنگ قرار میگرفت. ما باید سعی میکردیم فرهنگمون رو ریدیزاین کنیم و بفروشیم. این کاری است که ما نکردیم. همونطور که در بخشای دیگه صنایع دستیمون رو رها کردیم و متاسفانه میراث فرهنگیمون رو رها کردیم، یعنی چیزهایی بود که ما از اینها باید پول در میآوردیم، اینها نامیرا بودن، اینها کار روشون معنا پیدا میکرد، نه مثلا فرض کنید مثلا فروش نفت یا محصول یا ریدیزاین محصولات چینی یا امثال ها. این حالا بحثی است که البته همه میدونن، ولی این نوع نگاه غلطی که هم در دانشگاه وجود داشت و هم در صنعت وجود داشت به ما آسیب زد. با این حال ما الان باید بدونیم که یک فرصت دیگری است، باید ارزم بزرگ شما بپردازیم به دنیای نو و نیازهایی که این دنیای نو داره، و در این حال بپردازیم به داشته هامون از همه جا بهتر در نیته فرهنگی. ببخشید طولانی شد. نه خیلی هم عالی. حالا برای اتمام گفتگو و بعدش بریم سراغ سوال دوستان، آینده رو در ایران و برای طراحا چه جوری می‌بینید؟ حالا من اصلا آدم خوشبینی ام. اول بس ما کلا چیزی که آدم خوشبینی بودید، خدا رو شکر. نه ولی مطمئنم خوشبینی اصلا چیز نیست، به معنی واقع نگر نبودن نیست، به خاطر اینکه اتفاقا وقتی که شما با واقعیات سر کار دارین و در این حال امیدوارین که بتونین یک راهی پیدا بکنین، به نظر اون کار درسته. مگر اینکه ما فقط قور بزنیم سودی نداره، اینم که تو توهمات سر بکنیم بازم سودی نداره، یعنی هر جفتش به بیراهه میره. ما باید بدونیم کجای کار واسطیم، باید بدونیم که چقدر عقبیم، چه ضعف‌هایی داریم، یعنی اینا نقاط مثبتمون هم بشناسیم، پتانسیلمون هم بشناسیم، تا بفهمیم در دنیا امروز چه میگذره، حالا بیایم رو داشتهامون سرمایه‌گذاری کنیم. من فکر میکنم که با چیزایی که دارم میبینم، بچهای با استعداد زیادی دارم میبینم، خوشبختانه اینستاگرام کمک میکنه که آدم از اتفاقاتی که در ایران میفته لحظه ای آگاه باشه. پروژه های خیلی خوبی میبینم، در حیطه های مختلف دیزاین دارم کاری جدی میبینم، و بعد یک علاقمندی که من تو این شاید 10 سال گذشته یا شاید بیشتر تلاش کردم و براش و خوشحالم که هر از گاهی میبینم که داره اثر میکنه، اون اینه که میبینم بچه ها چقدر به حیطه های اجتماعی علاقمند شدن و چقدر به حیطه های فکر علاقمند شدن، یعنی که این توییت فکر دیزاین کار بکنن که به نظر من خیلی مهمه. به این خاطر که الان ما نباید انتظار داشته باشیم که خلق واسطه بتونیم بی ام و تولید بکنیم، ما الان باید تو فکرمون دیتی فکر کار کنیم، در دیزاین، در همه هیتامون. البته ما راجع کار دیزاین صحبت میکنیم چون کارمون اینه، راجع به فکر صحبت بکنیم، چطور فکرهای نو تولید کنیم، چطور بتونیم مفاهیم نو بسازیم، چطور مفاهیم گذشته، مفاهیمی که در دنیای ساخته شده رو درک کنیم و درست ترجمه کنیم، که به نهضت ترجمه نیاز داریم در ایران، ولی ترجمه سالم، ترجمه درست، نه ترجمه گوگل ترنسلیت و تحت و لفظی و اینا که نمیشه ازش برداشت درست کرد. با این توصیف من فکر میکنم که ما در یه حیطه‌های روزای خوبی خواهیم داشت در ایران، در کار تخصصی خودمون، تو سرویس دیزاین خوشبینم، توی ارزان بودوشو اینتراکشن دیزاین به طور کلی خوشبینم، ارزان بودوشو توی اکسپریانس دیزاین خوشبینم، پروژه های دیدم بچه ها رفتن به سمت این، و توی کار سیستماتیک و استراتژی نیازهای کشور ما ایناست، در اینها خوشبینم و امیدوارم که بچه ها کار کنن. در سوشال دیزاین هم همینطور، در حیطه اجتماعی هم همینطور، که فوق العاده ایران ببینید، مثلا فرض کنید به شهر تهران یک بهشت پروژه های سوشال دیزاین، به خاطر که ما حجم مشکلات شهری و مشکلات اجتماعی که داریم خیلی خیلی زیاده، و دیزاین کارش کمک به کم شدن، حالا نمیگم حل بشه، کم شدن این مشکلات. دیزاین کارایی باید داشته باشه و خیلی میتونه
کمک باید دیزاین کاری که باید بکنه اینه که کمک کنه به تغییر، تغییر مثبت، به سمت مثبت پیش رفتن، به سمت کمک به مسائل انسانی و بهتر و راحت‌تر زندگی کردن. خیلی هم عالی، بسیار هم عالی. خب بچه ها میگن که حالا کارآموزی ها، ما دنبال کارآموزی درست هستیم، اساتید همکاری نمی کنند دیگه. یکی پرسیده بود که این کس من بتونم این سوال رو بیارم، خیلی خوب میشه. یکی از دوستان، بله اینجا بودش، دلیل تعریف نشدن پروژه های صنعتی توی دانشگاه چی میتونه باشه؟ چه چیزیه؟ و عدم اعتماد صنعت یا فاصله اساتید از صنعت؟ یه مختصر توضیح دادم، دلایل زیادی داره. بله ارزم بزرگ شما، از جمله این که ارتباط صنعت و دانشگاه به کل قطعه. افرادی که در دانشگاه درس میدن عمدتا افرادی هستن ضمن همه زحماتی که میشن که در صنعت کار حرفه‌ای نمیکنن یا کم کار میکنن یا مورد اعتماد صنعت نیستن. منتها این اصلا موضوع شخصی نیست و کاری یه نفر و دو نفر نیست. این چیز پیوندی است که باید به طور سیستماتیک بیفته بین صنعت و دانشگاه و ایده افکار بزرگی باید پیش باشه از وزارت آموزش عالی یا عنوان جدیدش فناوری اطلاعات اگر اشتباه نکنم، و بعد و صنعت، صاحبان صنعت. یعنی واقعا یه پیوند اساسی باید شکل بگیره که بچه‌ها ناچار بشن یه سری واحد پاس بکنن در صنعت و نمره بگیرن و ببرن و حقوق بگیرن ضمن اون، و در این حال صنایع هم همه تلاش بکنه در استفاده از دانشجو. دلایل مختلفی داره متاسفانه، حالا کم و بیش هم رجوعش صحبت شده، اما این ارتباط قطع و این داره آسیب میزنه. یه نکته که ببخشید اینجا الان به ذهنم رسید که بگم حتما، اونی که این توصیه نیستش که واقعا بشه تو کشوری دیگه به بچه‌ها کرد، ولی بچه‌های ما خیلی هاشون باید به فکر کارآفرینی باشن. در همین جای دیگه کارهایی هست که دیزاینرها برن در اونها استخدام بشن و کار کنن، ولی در ایران خیلی وقت کاری نیست. نباید منتظر شد، منتظر استاد، منتظر سیستم، منتظر دانشگاه، منتظر سند. شاید هیچ کس هیچ وقت سراغ ما نیاد. در این حال ما باید کار کنیم و باید زندگی کنیم و باید پیش بریم نوبت دانشجوی کاری ساعتی، و بچه ها رو شدیداً و قویاً دعوت میکنن به کارآفرینی، نه راجع به پروژه بزرگ عجیب غریب، راجع به پروژه کوچولو. ارزم بزرگ شما، کوچیک فکر کنن و جهانی عمل کنن، خیلی مدرنیستی به قول معروف، و به سمت کارآفرینی و سمت استارتاپ ها. این هیتهای جدیدیه که میتونه فرصت هایی برای بچه ما بسازه. خیلی هم عالی. سوال پرسیدن در طراحی شهری چطور دیزاین چطور باید تغییر ایجاد کنه در ارتباط با طراحی شهری و دانشگاه و دنیای بیرون و پروژه ها. کوزال کلی که منظورشون فکر می‌کنم دیزاین توی طراحی شهریه و پیشنهاداتی که حالا اتفاقاتی که میتونه بیفته، اون مشکلاتی که حالا شما مطرحش کردین تو شهر تهران و تو شهرها. از تخصص منم خارجه، واقعا یه متخصص طراحی شهری باید راجبش نظر بده، ولی خیلی ساده بخوام توضیح بدم، شک نکنید که یه دیزاینر حتما میتونه توی تغییر ارزان بزرگشون محورهای تغییر ایجاد تغییراتی در یک محور ترافیک میتونه نقش ایفا کنه. این کار دیزاینره. یکی از مهمترین کارهایی که ما انجام میدیم حل مسئله است و ترافیک مسئله است. ارزان بزرگ شما، آلودگی هوای تهران به طور مثال مسئله است، اینا مسائل شهر تهران هستن. معضلات اجتماعی که ما داریم مسئله است، دستفروش ها مسئله است. اینا همه جا جایی است که دیزاینرها میتونن درش نقش ایفا کنن، ولی عمدتا به کار گرفته نمیشن. سیستم و مدیریت مقصره، خود ما هم مقصریم به عنوان دیزاینر که نتونستیم معرفی کنیم توانایی هامونو به سطوح بالاتر. یه علتش هم این است که خودمون نمیدونستیم که دقیقا چه کاره میتونیم بکنیم، فقط کافی نمیشناختیم توانایی هامونو. خیلی هم عادی. حالا دوستان یه سوال دیگه اگر دارید که بپرسید. ما یه رویه‌ای رو تصمیم گرفتیم با دوستان و طرح‌های صنعتی که داریم صحبت می‌کنیم، دو تا کتاب معرفی بکنید آقای رضایی به دوستان که حتما میگنش خالی از دوتیست و حتما بخوننش، یا مقاله
و بعدش ما حالا لینکش رو و حالا اگر اسم کتاب رو اینها هم داخل کپشن میذاریم که بچه‌ها بتونن استفاده کنن. این کار خیلی سخته به خاطر اینکه خیلی چیزا به یادم میاد، الان نمیدونم که کدومو باید بهش اشاره بکنم. من دی تخصصی خودم این سالهای اخیر دیزاین اکتیویزم بوده، یک کنشگری دیزاین بوده عرض به حضور شما، که و کتابایی که الان میتونم معرفی کنم، کتابایی که متاسفانه بچه‌ها بهش دسترسی ندارن. عرض به حضور شما اخیرا من تو دو تا کتاب بودم که سعی کردم توی صفحه اینستاگرامم بذارم، یکیش این اتیکس این دیزاین اند کامیونیکیشن، طبیعتا تو تصویر معکوس دیده میشه، که انتشارات بلومزبری چاپ کرده. میگم بچه‌ها متاسفانه دسترسی به این کتابا ندارن و این جای تاسف. و یک کتاب دیگه هم هستش به اسم دیزاین اند اکتیویزم، دیزاین و کنشگری، که باز من تو پیج خودم اگه مراجعه کنن اطلاعاتش هست. خیلی اطلاعات میشه به بچه‌ها داد، متا خیلی سوال کلی و این کار سخته راستش رو بخواید. اما اگر از دوست کسی دنبال موضوع خاصی کار میکرد، من اگر آگاهی داشتم پیغام خصوصی من بده، سعی میکنم حتما بهش معرفی کنم. من فکر کنم یکی دو تا از کامنت ها راستش از دست دادیم، یعنی یکی از دوستان راجع به یک سوالی پرسیدم، به نظرتون چرا داخل ایران در این حال که میگیم بازار کار نیست، ولی مثلا میبینیم یه برند موب 4 ماه دنبال یه طراح میگرده، 4 ماه دنبال طراح میگرده، ولی باز میبینیم که بعد از چند وقت دوباره فراخوان میذاره، یعنی اینکه نمیتونه طراح رو جذب بکنه. از نظر من دو تا علت ساده داره، یکی این که تعامل ما باز با تعامل با کارفرما رو هم بلد نیستیم. داخل پرانتز بگم کارفرماها هم یه سری مسائل اولیه رو در استخدام رعایت نمی‌کنن، این هم متاسفانه هست. عامل دومم چون یه لایو خصوصی خودمونی و اینا میتونم بگم، اینی که ما بیشتر ما متاسفانه کار بلد نیستیم، خیلی صادقانه کار بلد نیستیم، بلکه خیال میکنیم کار بلدیم. متاسفانه آره، ضعف‌های تکنیکی ماست در کار دیگه و نوع نگاهمون به طراحی، متاسفانه این هستش. شما کامنتی رو می‌بینید که از یه دوستی آقای احسان نوشتن، که احسان روشن اگر اشتباه نکنم، رجب جایگاه خوب منتج در کشور، به نظر شما خود پیدستازی فرند منتج در کشور به شرکت ها خودش بتنه دستاورد مهمی هست یا نه؟ خیلی سوال خوبیه. ببینید پاسخ به این سوال بسته به ظرف زمان است. در چه دوره‌ای برای ما امروز، وقتی که ما 60 سال پیش صنعت مونتاژ وارد کرده بودیم و کار مونتاژ میکردیم، برای امروز ما بده، خوب نیست، باعث افتخارم نیست. ولی 60 سال پیش بله خوب بوده، کشوری که صاحب صنعت نبوده و صاحب هیچی نبوده، ارزم بزرگ شما شروع میکنه مثلا به مونتاژ تا خودش به تولید برسه. ما امروز مثلا راجع به کره جنوبی، کره جنوبی میدونید که خودش از صنعت مونتاژ شروع کرده، حتی در می اومدن ایران و ببینن که ایران چی کار کرد که بتونن اونجا پیاده بکنن، و بعد میان روی مهندسی معکوس، کاری که چین انجام میده، تا به امروز تا به کار تولید رسیدن. بنابراین پاسخ به این که آیا جایگاه خوب منتج در کشور، ظرف زمان است، در چه دوره‌ای و با چه شرایطی، خیلی خیلی مسئله مهمیه. من اصلا با منتج مشکلی ندارم، منتها با چه برنامه‌ای. حتی اگر امروز اگر بگیم ما امروز مونتاژ کنیم که 20 سال بعد توی برنامه 20 ساله جدی قوی مشخص شده مونتاژ شده ارزان بزرگ شما به تولید خواهیم رسید، به تولید سطح بالا خواهیم رسید، من باز با مونتاژ موافقت خواهم کرد، ولی شرایط مهمه، خیلی اهمیت داره شرایط. خیلی هم عادی. سوال دیگری هم ببینم که چه سوالی رو از دست ندیم. نه من سوالی نمی بینم. شما چیزی می بینید آیا رزایی؟ من فکر میکنم که سوالی نباشه. آره خیلی ممنون ازتون آیا رزایی، مرسی از زمانی که گذاشتید واقعا و استفاده کردید. خواهش من، امیدوارم بحثی که بود حالا خیلی مختصر مفید، مختصر امیدوارم مفید هم بوده باشه، الله مختصر امیدوارم مفید هم به شدت استفاده کردیم و نیاز بود که یک دونه کامبک بزنیم، از ببینیم که ریشش چی بوده و واقعا از کجا شروع شده، چون همیشه راجع به روش صحبت میکنیم و اینکه دقیقا از کجا ریشه میگیره و از کجا شروع شده، چون خیلی از بچه های دیزاینر و طراح صنعت صرفا به خاطر اسم طراحی صنعتی یا
بهترین رشته هنر بودن وارد این رشته میشن، حالا یک سریشون علاقمند میشن و یک سریشون هم که تکلیفشون مشخصه و نمیدونن که ریشه از کجا میاد. و امیدوارم که حالا صحبت‌های شما و کلیدواژه‌های شما باعث شده باشه که یک کم برگردن و بدونن که چه اتفاقی افتاده و یک جرقه‌ای تو ذهنشون شکل بگیره. مرسی، از امیدوارم آرزوی موفقیت برای شما و برای همه دوستان دارم. امیدوارم که بحثا دارم پیدا کنه به اشکال مختلف و دقیقا کمک کنه به بچه های ما، حالا چه این که در صنایع مشغول به کار بشن، چه در دانشگاه فعالیت بکنن و چه در حیطه کارآفرینی. شب خوبی داشته باشین. ممنونم، مرسی و شبتون هم خوش. قربان شما، خدا نگهدار. خب صحبت ما آقای رضایی رو شنیدید، بسیار صحبت خوب و امیدوارم که قابل استفاده برای همه بوده باشه. برای من که خیلی آموزنده بود، یک سری مطالب رو میدونستم و یک سری ها مرور شد مجدد. حتما کتاب هایی که گفتن رو، حالا من پیج ایشون رو هم داخل پوستر بوده و هم داخل منشن میذارم، داخل کپشن میذارم و منشنش میکنم که بتونید حالا با پیج ایشون هم در ارتباط باشید و از اطلاعات و دیتا های ایشون هم استفاده بکنید. خوشحال میشیم که حالا نظراتتون رو نسبت به لایف ها و افرادی که حالا در ادامه باهاشون گپ و گفتگو میکنیم بگید به ما، باعث بهبود این روند بشیم که حالا هم از لحاظ موضوعاتی که صحبت میکنیم، هم از لحاظ دستبندی آدم هایی که انتخاب میکنیم و باشون صحبت میکنیم تو حوزه های مختلف، هم اسامی به ما بگید و دوستانی که به ما کمک میکنن توی زمینه های مختلف که ما باشون بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و این گفتگوها رو شکل بدیم توی این مدت زمانی یک ساعته تا یک ساعته. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و تا لایو دیگه بدرود. لایو هم سیو میشه و داخل پیج قرار میگیره. شبتون بخیر.